شکر دی عزیز نازنین، سلام. روز شما بخیر. حنیف هستم از مکتب روی بزرگ معلم ریاضی صنف 4 میشم. به سلسله درس های قبلی ما شما که داشتیم عملیه های ضرب، جمع، منفی را خواندیم، عملیه تقسیم کار کردیم و حالا تقسیم اعداد دو رقمی بر دو رقمی را کار میکنیم. امروز درس ما شما، قبل از اینکه درس شروع کنیم چند پرسشه، یعنی سوال های پرسش ها مربوط به درس شماست. قبل از اینکه حل سوال ها شروع کنیم باید به پرسش ها جواب بدیم. شاگرد عزیز، اینجا ببینیم چند سوال از شما کرده که مثل درس های قبلی ما شما سوال ها را در جریان درس پاسخ داده میدیم. سوال اول، هرگاه یک سوال تقسیم عدد دو رقمی به عدد دو رقمی داده شود تا ما آن را حل نماییم، پیش از اجرای عملیه تقسیم در مورد مقسوم و مقسوم علیه باید چگونه فکر کنیم؟ یعنی که در اینجا ببینیم ما و شما مقسوم داریم اصل عدد و مقسوم علیه که سرش تقسیم میشه. مقسوم همو عدادی که تقسیم میشه بر مقسوم علیه خارج قسمت است و باقی مانده. خب، در بخش دوم طور مثال، یک مثال داده برای شما. بعد از فکر نمودن دانستیم که مقسوم علیه که این قسمت است 5 مرتبه یا به صورت تقریبی یا به صورت پوره در مقسوم شامل است. این عدد را که خارج قسمت نامیده می شود و کدام قسمت علامت تقسیم بنویسیم. شما اینجا ببینین از مقسوم اصل عددی که ما و شما او را می خواهیم تقسیم مقسوم علیه بکنیم و خارج قسمت. خارج قسمت هم اینجا که ای را باز ضرب مقسوم می کنیم تا این عدد ما را پوره یا به دست بیاریم یا کم بزیاریم. خارج قسمت را که پیدا نمودیم که نی عدد است. خارج قسمت یعنی همی که ما و شما چی اندازه میتونیم سر مقسوم تقسیم بکنیم عددی داده شده را. خارج قسمتی که پیدا نمودیم و نوشتیم. آیا گفتم میتوانید که مرحله های بعدی عملیه تقسیم را چگونه باید انجام دهیم یا ادامه دهیم؟ این مربوط میشه با سوال های داده شده. بعدا چگونه ما عملیه ها را انجام میدیم، چگونه باقی مانده ها را میکشیم و چگونه عددی داده شده را که عبارت از مقسوم از سر مقسوم علیه تقسیم میکنیم، خارج قسمت پیدا میکنیم و عدادی که اینجا بدست میه اینا را از هم منفی میکنیم و عداد باقی مانده را بدست میه. اینا را وقتی که سوال ها میکنین شما بخش حل سوالات خود متوجه میشین و میبینین. این حال در اینجا متوجه باشین عزیزا 89 را تقسیم 11 کرد. من با شما عداد نیشته را یکنم چون اینجا حل شده و شما بفهمین که چگونه حل شده. عدد 89 تقسیم بر 11، اینجا مقسوم سوی مقسوم علیه و اینجا خارج قسمت. شما ببینین ما 89 را سر 11 تقسیم میکنیم، اینجا میاییم چند دانه 11 ما 89 را پوره میکنه. میخوانیم یک 11 11 2 11 22 3 11 33 4 11 44 همیتون میرسیم تا 8 11. 8 11 ما میشه 88. چرا 10 8 11 88؟ این اینجا وقتی که 8 در خارج قسمت نشته کردیم، خارج قسمت با مقسوم علیه ضرب کنیم. 1 8 8، یعنی اول با خانه یک ها بعدن با خانه ده ها. 1 8 8، اینجا دیدیم که 88 شد، یعنی 8 تا 11 ما شده 88. اینجا با عملیه منفی رو سر از انجام میدیم. از 9 که 8 برن 1 باقی، از 8 8 کم کنی 0، یعنی خودی
صفر پایین میاره. اینجا شما متوجه باشین زمانی که ما 89 را سر 11 تقسیم کردیم 8 رسید و یک باقی ماند. یعنی قسمت میشه باقی مانده. اینجا متوجه باشین مقسوم ما بود 89، مقسوم علیه ما شما بود 11 که یعنی عمل سرش انجام شد. خارج قسمت ما 8 و عدد باقی مانده ما شما 1. خوب متوجه باشین اینجا. در مثال بعدی ببینیم، در مثال دو. مثال بعدی نوشته کرده که شخصی به تعداد 90 قرص نان. چند قرص نان؟ قرص همون یعنی دانه، یعنی 90 دانه نان. 90 قرص نان را به 15 نفر به بضاعت طور مساویانه تقسیم نمود. معلوم کنید که به هر نفر چند قرص نان توزیع شده است. یک نفر آمد 90 دانه نان خرید، یعنی 90 قرص نان. قرص همون عرض دانه نان یک قرص میگیم. 90 قرص نان خرید از نانوایی، البته او رو سر 15 نفر به بضاعت، کسایی که فقیر هستند به بضاعت، آدم های فقیر، کسایی که توانایی مخارج خانه خود نداره، خرچ خانه خود، ما اون داره به بضاعت یا فقیر برشمیم، برای از این مردم تقسیم کرد. برای چند نفر؟ برای 15 نفر. چند قرص نان؟ 90 قرص نان. زمانی که 90 قرص نان به 15 نفر تقسیم کرد، شما ببینین که برای هر نفر چند نان رسید. اینجا باز هم عملیه اجرا شده و به خاطر که شما دقیق تر بفهمین باید عملیه را اجرا بکنیم. اینجا ما شما مقسوم خود میگیریم. مقسوم ما عدد 90 است، مقسوم علیه ما 15 است، یعنی که اینی 90 قرص نان و 15 هم امو 15 نفر تعدادی که سرشان نان تقسیم شده. و خارج قسمت ما شما هیچ چیز نداریم، باقی مانده هم هیچ چیز نداریم. اینجا پیدا میکنیم که چند میرسه. ما و شما اول میبینیم که چند دانه 15 ما 90 تکمیل میکنه. اینجا ما و شما میبینیم که 1 15 15 میخوانیم. مثلا 1 15، 2 15 30، 3 15 45، 4 15 60، مثلا 5 15 75، 6 15 90. یعنی به خاطر که 6 پانزه ما 90 شوه، 6 را در خارج قسمت نشته میکنیم، بعدا ضرب میکنیم. 6 5 این عدد. 6 ضرب 5 6 5 30. 30 را صفرش 3 حاصل. خوب متوجه باشید. 6 1 6 6 ضرب 1 6 3 حاصل داشتیم؟ 9. میگیریم؟ 9. صفر از صفر صفر نمیره، خودی صفر از نو هم که نو بره صفر. اینجا ما و شما باقی مانده نداره، یعنی باقی مانده چیزی نیست. 90 قرص نان سر 6 نفر تقسیم شد، سر 15 نفر چند نان رسید؟ 6 نان. یعنی که همی آدم زمانی که 90 دانه نان میخره، میبره سر 15 نفر تقسیم میکنه، برای هر نفر چند نان رسیده؟ 6 نان. یعنی فکس رسیده 6 نان، چون ما باقی مانده اینجا نداریم. خب با شما اینجا عدد فعالیت است. ببینین عزیزا، فعالیت ها عدد دو رقمی 80 را بالای عدد دو رقمی 25 تقسیم کنید. ما حل میکنیم بر شما یک دو سوال از اینجا. دیگه سوال ها را کارخانگی میتونم که شما خودتان حل کنین و یاد بگیرین. اینجا ما در مقسوم خود چند داریم؟ 80. اینجا خوب ببین. مقسوم چند داریم؟ در اینجا حل میکنیم 80. مقسوم علیه ما و شما چند است؟ 25. یعنی که 80 سر 25 تقسیم کنیم. یا 80 افغانی داریم سر 25 نفر تقسیم میکنیم،
یا 80 دانه نان داریم سر 25 نفر تقسیم میکنیم یا 80 دانه سیب، یعنی که عدد 80 سر 25 با شما تقسیم میکنیم. چون اینجا عملی انجام نشده ما شما کار میکنیم که چند میرسه. اینجا میخوانیم باز هم 25. یک 25 خودش، دو 25 ما 50، سه 25 میشه 75. اینجا میگیریم سه، در خارج قسمت نشته میکنیم سه. حالا ضرب میکنیم. سه 5 15. 15 را 5ش یک حاصل. دو سه، دو ضرب سه 6، یک حاصل داشتیم 7. چند شد؟ 75. این حال این را ما شما چی میکنیم؟ منفی میکنیم. از صفر 5 کم نمیتونیم، بنابراین یکی از 8 سرزی چی میکنیم؟ قرض میکنیم، میشه 10. زمانی که 10 شد، از 10 5 رفت، 5 باقی. اینجا من 7، از 7 7 نمیره، یعنی 0. از 7 که 7 کم کنی 0. 5 چی من؟ باقی مانده، یعنی 5 عدد باقی مانده با شماست. متوجه باشین عزیزا، زمانی که 80 تقسیم 25 کردیم یا 80 افغانی رو سر 25 نفر تقسیم کردیم، برای هر نفر 3 افغانی رسید. یا 80 تن 3 به سر 25 نفر تقسیم کردیم، برای هر نفر چند تن 3 رسید؟ 3 تن 3 رسید و 5 تن 3 باقی ماند. این اینجا میبینین که 5 عددی چی است؟ عددی باقی مانده. خب، یک سوال دیگر هم از این پایین که نشته از کارهای خانگی یا کار خانگی تقسیم کنید. شما اینجا عدد تقسیم میکنید. بازم ما میاییم از جمعی از این سوالات یک سوال. خب، همین سوال اول حل میکنیم بر شما. چند داریم در مقسوم خود؟ در مقسوم ما داریم 65. تقسیم بر چند میکنیم؟ بر 14. یعنی که باز هم 65 تقسیم 14 میکنیم. اینجا خوب متوجه باشین عزیزا، باز هم 14 میخوانیم. یک 14 دو 14 28 میشه 3 14 نال ما شما میگیریم در 4 4 4 دانه 14 ما چند میشه؟ اینجا نشته میکنیم 4. 4 ضرب 4 میکنیم 4 4 16. 16 را 6 ش یک حاصل. چند هستیم؟ ببخشید 1. 4 4 16. 16 را 6 حاصل است. حاصل یک. چار ضرب یک، یک چار چار، یک حاصل داشتیم 5. اینجا چند شد؟ 56. ما شما این رو باز هم منفی میکنیم. زمانی که منفی میکنیم اینجا متوجه باشین از 5 ما 6 کم نمیتونیم. چرا؟ به خاطر که 6 بزرگتر از 5 و 5 کوچکتر از 6. بنان یک از 6 یکی سری 5 قرض میکنیم، چند میشه؟ میشه 15. زمانی که از 15 6 کم بکنیم چند میمونه؟ 9. خوب متوجه باشید. اینجا 5 مانده، از 5 5 نمیره، 0. یعنی از 5 اگر 5 کم کنیم 0. 9 باقی ماند و 4 رسید. یعنی که 65 دانه ناکسه بنگو فکر کو زردالو و هر چیزی که شما فکر میکنین یا پول، این سر 14 نفر تقسیم کردیم، 4 رسید و 9 هم باقی ماند. اینی قسمت عدد باقی مانده است. باقی مانده. شما اینجا متوجه باشین که 65 وقتی که سر 14 تقسیم کردیم 4 میرسه و 9 باقی میمونه. سوال بعدی در اینجا ما و شما داریم 84. 84 تقسیم 21 میکنم. باز همینجا دی بالا برتن نشته میکنم. یه پاک نمیکنم به خاطر که شما دقیق بفهمین و حل بکنید. اینجا داریم عدد 84. تقسیم بر چند؟ تقسیم 21. خوب متوجه باشید. باز هم 21 21 میخوانیم. 1 21 21 2 21 42 سه 21 63 4 21 میشه 84. الان اینجا نشته میکنیم در خارج قسمت 4.
به خاطر که مطمئن شویم که آیا 84 که ما سر 21 تقسیم کردیم درست است یا نه، چی میکنیم؟ خارج قسمه ده ضرب میکنیم، مثلی که در اینجا عملیات را انجام دادیم. 1 4 4، یعنی خارج قسمه ده اول با 1 ها ضرب میکنیم. 1 4 4، 2 4 8. اینجا عملی منفی را اجرا میکنیم. اینجا یک که داریم میره از بین میبریم، به خاطر که اینجا بر شما مشکل خلق نکنه. زمانی که از 4 4 کم کنیم 0، از 8 8 کم کنیم یعنی 0. پوره ما اینجا باقی مانده نداریم، یعنی 84 سر 21 تقسیم کردیم، خارج قسمت ما مکمل پوره تقسیم شد. که اینجا سوال هایی که پیشتر در چارچوکات برای شما سوال شده بود، زمانی که در این قسمت اینجا ببینین، خوب دقیق بخونین. بعد از فکر نمودن دانستیم که مقسوم علیه 5 مرتبه به صورت تقریبی یا به صورت پوره در مقسوم شامل است. اینجا ببینین که ما و شما زمانی که عددی رو داشتیم مقسوم، ما شما اینجا مقسوم علیه پوره قابل تقسیم بود، یعنی باقی مانده ما دیگه نداشتیم. زمان که 84 سر 21 تقسیم کردیم پوره 4 تقسیم شد و باقی مانده اصلا نماند. خب ما شما از این میگذاریم، میریم در درس بعدی و صفحه بعدی ما که چی داریم. در اینجا ببینین عزیزا کلگیش نوشته است تقسیم کنید، در مجموع شما رو گفته که تقسیم کنید. شما مدادی که بر شما داده شده، چون من در سوال های اول حل کردم، عدد خیلی ساده است، اینا رو با دو رقمی ها کلتان حل میکنید. یک کار خانگی شماست، 16 سوال، 15 سوال، 15 سوال است. شما 15 سوال کلگیش کار خانگی شما شما حل میکنید. زمانی که حل نتانستین یا با کدام مشکلی مواجه شدین، با مشکلی برخوردین، با سوال پیشتری که حل شده با اون مراجعه بکنید و سوالایتان حل کنید. اینجا داریم سوال عبارتی. خب متوجه باشین عزیزا، سوال های عبارتی رو بر شما داده. شما اینجا سوال اول، دوم، سوم، چهارم، من سوال اول حل میکنم، شما متوجه بباشین و از روی حل سوال اول که عبارتی حل میشه شما بقیه را تقسیم بکنید. شخصی 32 دانه چاکلیت داره، یک نفر پیش خود 32 دانه چاکلیت داره، میخواهد آن را به 10 نفر اعضای خانواده خیش دور مساویانه تقسیم کنید. مثلا یک نفر از بیرون میاد، پیش خود 32 دانه چاکلیت داره، اعضای خانوادهش هم 10 نفر است، بخواهی کمی 32 دانه چاکلیت به اعضای خانواده خود طور مساویانه تقسیم بکنه که به همه چاکلیت برسه. معلوم کنید که اینجا شما معلوم میکنید، معلوم کنید که به هر عضو فامیل چند دانه چاکلیت میرسه و چند دانه نزدش باقی میمونه. اینا شما اینجا 32 دانه چاکلیت دارین و 10 نفر. خب متوجه باشین که مقسوم ما و شما، مقسوم یعنی همون مقصدی که ما و شما داریم. مثلا داریم 32، 32 دانه چاکلیت، 32 دانه سیب، میشه هر چیز که شما بگید، چون اینجا در سوال عبارتی چاکلیت است، ما و شما چاکلیت میگیم. مقسوم علیه که ما عضو خانواده است، چند نفر استن؟ 10 نفر. شما اینالی 32 دانه چاکلیت برای 10 نفر تقسیم میکنید. ضرب زبانی رو بخونین، 1 در 10 2 در 20، یعنی 3 در 30. ما اینجا فهمیدیم که چند میرسه؟ 3. خارج قسمت ما و شما 3. اینجا ضرب میکنیم، خارج قسمت با مقسوم علیه 3، اول در خانه یک ها بعد انده ها، 3 ضرب 0 0، 3 1 3. باز هم ما شما اینجا عملی منفی خود انجام میدیم.
دو پایین صفر است. اگر از دو صفر کم بکنیم پس دوباره خودی دو. از سه سه کم نمیتونیم بنابراین صفر. این اینجا متوجه باشین عزیزا که 32 دانه چاکلیت سر 10 نفر تقسیم شد، برای هر نفر 3 دانه چاکلیت رسید و دو چیز باقی ماند. باقی ماندن یعنی که 2 دانه چاکلیت باقی ماند و برای هر نفر چند دانه رسید؟ برای هر نفر 3 دانه چاکلیت رسید. سوال بعدی، سوال بعدی، استادی میخواهد 84 ورق کاغذ سفید را به شاگردان خیش که تعداد آنها 21 نفر است طور مساویانه تقسیم نماید. معلوم نمایید که به هر شاگرد چند ورق کاغذ میرسد. اینجا استاد ما داریم در یک صنف، استاد کاغذ سفید پیش خود داره، میخواد کاغذ سفید خود را به شاگردان تقسیم بکنه. شاگرد چند نفر است تعدادش در صنف؟ 21 نفر. خب اینجا استاد کاغذ را که تقسیم میکنن، شما معلوم کنید که استاد برای هر فرد چند دانه کاغذ داره، چند ورقی کاغذ. ما شما میگیریم 84، اما مقسوم ما شما تقسیم چند؟ تقسیم 21، یعنی سر 21 نفر تقسیم میشه. مقسوم و مقسوم علیه. این حال بازم ما شما اینجا داریم که 84 تقسیم بر 21 چی میکنیم در این قسمت؟ در اینجا ما شما حساب میکنیم که 84 زمان سر 21 تقسیم بکنیم چندی میرسن. بازم اینجا میگیریم که 1 21 21، 2 21 42 3 21 63 4 21 ما میشه 84 چند؟ 4. این حالی در خارج قسمت خود ما 4 میشته میکنیم و خاطر که مطمئن شدیم آیا ما درست امیره تخمین زدیم یا درست حل کردیم یا نه، ایره یعنی با امی خارج قسمت خود ضرب در مقسوم علیه میکنیم. 4 ضرب 1 4، 2 ضرب 4 8. اینجا میاریم عملی منفی را اجرا میکنیم. در این قسمت خوب متوجه باشیم. 4 از 4 4 نمیره صفر، یعنی از 8 هم 8 کم نمیتونیم صفر. خوب در اینجا متوجه باشیم که تام تقسیم شد، یعنی پوره تقسیم شد. 84 که سر 21 نفر استاد 84 ورق سفید داشت، سر 21 نفر شاگرد خود تقسیم کرد، برای هر نفر 4 ورق سفید رسید و باقی مانده هیچ چیزی نماند. یعنی چی شد؟ تام تقسیم شد، پوره تقسیم شد. یعنی که مقسوم علیه ما، مقسوم ما سر مقسوم علیه پوره قابل تقسیم بود که چندی رسید؟ 4. در اینجا سعی کنین 32 دانه چاکلیت بود، 32 دانه چاکلیت سر 10 نفر تقسیم کرد، 3 دانه رسید، 2 دانه باقی ماند. یعنی که تام پوره قابل تقسیم نبود، باقی مانده داشت. در اینجا شما ببینین که 84 زمان سر 21 تقسیم کردیم تام تقسیم شد، یعنی مکمل تقسیم شد، پوره تقسیم شد. یعنی اینجا میگیم که 84 زمانی که تقسیم 21 شد پوره قابل تقسیم بود. شاگردای عزیز نازنین، ما شما در این قسمت کار خانگی بر شما دادم. 15 سوال است، 15 سوال شما مثل مثال های قبلی و که من حل کردم از ابتدا دقیق حل میکنین. اگر سوال داشتین میتونین بپرسین. از اینجا دو سوال عبارتیش من حل کردم، متبقی دو سه سوال عبارتی را، سوال های آسان است، یعنی مشکل نیست، این را شما حل میکنید و این را بفهمید که درس ما و شما چی بود؟ تقسیم عدد دو رقمی بر عدد دو رقم. یعنی اینجا عدد دو رقم است، یک حاده ها و مقسوم علیه در قسمت مقسوم دو رقمی است، 32 خالی یک ها ده ها، یعنی که تقسیم عدد دو رقمی بر عدد دو رقمی. کار خانگی تان منظم حل بکنین شاگرده عزیز.
درس ما هم اینجا به پایان رسید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. الله یار و مددگار همیشه.